میتونه بیاد بگه من خدا رو نمیبینم؟ مگه میشه همچین چیزی؟ من خدا نمیبینم. فردا خدا میگه تو کجا منو ندیدی؟ من همراهت نبودم، حرکت تو از کجا آوردی؟ نگاه کردن این ابروت تکون خورد، مجد تکون خورد، کی بهت قدرت داد؟ میگه نگاه نکردی مرده ها رو وقتی لحظه که بهشون عنایت نکردن، فرصت نکردن چشمشون رو ببندن، فرصت نکردن دهنشون رو ببندن؟ این موجه، این چشم میخواد بیاد پایین، خدا باید بیاردش پایین. میخواد بیاد بالا، خدا باید بیاردش بالا. رضا علیه السلام فرمود چی؟ من به هیچی نگاه نکردم تا الان، مگر اینکه قبل از اون شی خدا رو دیدم، همراهش خدا رو دارم میبینم، بعد از اونم خدا رو دارم میبینم. خیلی طبیعیه، این کار سختی نیست، راحت ترین کاره. یه ذره فکر باید بکنی، فقط فکر، نه که قرآن این همه سفارش میبینم، فکر فکر فکر، یه مقدار فکر کردن بهتر از 70 سال عبادت. همین چرا؟ چون یه رو فکر آدم به اطمینان، به قدرت، به یقین میرسونه، به شهود میرسونه. حالا بعد نمیفهمیم چیه؟ نمیدونم خدا کجاست من ببینمش، نمیدونم کو خدا، من خودم پول در آوردم، پول زور برای چی بدم؟ من خودم درس خوندم. بابا خدا یه لحظه نگات نکنه، عنایت محدودش رو قطع کنی، میشی خل، حافظت ازت میگیره. طرف فیلسوف و فقیه، یه لحظه خدا همه چیز ازش میگیره. آدم میفهمه که چه وابسته است به این خدا، هر لحظه خدا داره بهش حیات میده، همه چیزش از این خدا داره. چقدر شیرین این لحظه که آدم تو این لحظه میگه مولا یا مولا انت القوی و انا الضعیف و هل یرحم الضعیف الا القوی، کی رحم کنه؟ انت الغنی و انا الفقیر و هل یرحم الفقیر الا الغنی، کی رحم کنه به فقیر جز غنی؟